درود بر همیهنان ارجمند و بینندگان و شنوندگان گرامی، شاهین نژاد هستم همراه دوست گرامی شهرام آریان. پی میگیریم نشستای تحلیلی تاریخ معاصر ایران رو. به 13 نشست رسیدیم بر آمدن رضا شاه و شرایط تقریبا نیمه نخست دوره رضا شاه رو در نشست پیشین بررسی کردیم. رشته بزرگی از خدمات رضا شاه و تیم نسبتاً کوچیکی که در کنارش قرار گرفته بود برای تغییر دادن چهره ایران از یک سرزمین عصر حجری و واپس مانده و درب داغون پایان دوره قاجار به یک کشور قرن بیستومی رو تا جایی که امکانات بود و تا جایی که توانایی بود رو ما بهش سرکی کشیدیم. فهرست کارهای انجام شده فکر میکنم اونقدر مفصله که لیست کردنش هم خودش به یک برنامه 45 دقیقه نیاز داره. رسیدیم حالا به میانه های دوره رضا شاه. میخوایم کلا هم از دید فلسفی ببینیم که ما شاهد چه رخدادی هستیم تو دوره رضا شاهی تاریخ ایران و نیروها کجا قرار دارن، واکنش این نیروها، این عناصر توی این موجودیت ایران چگونه هست، واکنش مردم نسبت به تغییرات بنیادی که در صورت میگیره چگونه هست، دولت مردان و رجال سیاسی پایان دوره قاجار که برخیشون هنوز از اصل مشروطیت صاحب عنوان بودن این وسط چه نقشی بازی کردن، و ادامه داستان تا اینکه شاید برسیم به شهریور 20 و حمله متفقین. خب شهرام گرامی، رشته سخن رو به میسپارم. دوره رضا شاه دوره است که از چند زاویه بررسی میشه، ولی میشه بعد از بیرون این باکس هم بهش نگاه کرد و نگاه کرد تو این روند و تکوین تاریخ ایران در عصر معاصر این دوره داره درش چه میگذره و ما شاهد چه رویدادی هستیم. بله شاهین جان، درود و درود بر بینندگان گرامی. در بخش دوم دوران رضا شاه که به سر میبریم چندین کار باید انجام بدیم. یکی اینکه کلا بشکافیم که تو این نیمه دوم چه رخ داد، یعنی اینکه به چه سوی رفت، چه دشواری‌ها یا کنش‌های فراتری برآمد و چگونه به پایان رسید. خب اون رویدادگویی و برآورد اون رویدادها، ولی بخش بزرگ کار دیگرمون برآورد فلسفی کلی خواهد بود که اون دومی از اولی خیلی خیلی مهمتره و ناکامی فرجامین ایران رو در آینده هم نوید میده. یعنی در آینده که بعدش که رفت که دیگه دوباره همه چی فرو بپاشه در پایان پهلوی دوم. نخست اتفاقاتی که رخ داد. رضا شاه به نیمه دوم فرمان روایش که نه اینکه اونجا خط کشیدن، ولی تقریبا که انتظار زمانی داشت در می آمد، فشار تمرکز قدرت و تکسالاریش بیشتر شد. کلن از آغاز دیگه دنبال این راه رفته بودن که مجلس رو کلن زیر فرمان بیاره، بیشتر نماینده ها رو دیگه از غربال گزینش منطقه‌ای که رد می شدن، شهربانی و ارتش خودش دقت میکرد که اونای انتخاب بشن که باید بشن. انتخابات دیگه به هیچ وجه سالم نبود و هنگامی هم که برگزیده میشدن نامه های امضا میکردن، یعنی قد استعفای از پیششون خیلی وقت امضا میکردن که در صندوق بود که هر وقت خواستی اصلا عذرشو میخواستی. امضای نامه امضا شده استعفا خیلی وقت در دست بود یا بعد که تاریخشو میذاشتن و یعنی کنترل کامل پلیسی و دیکتاتوری بر مجلس و الاخر، که خب منتقدینش هم به اونجا حمله میکنن که میگن اصلا چرا اینجوری کرد و اینا. جالب ترین اتفاق این بود که اگه ما خود ایشون رو اینجا میداشتیم، چون دیگه در مورد همه چی هم که مدرک نمونده برای برآوردش، و از خودش میپرسیدیم که این همه تمرکز قدرت و منحل کردن بخشای پایه مشروطه واقعا نیاز بود؟ از روی این میکردی که گمان میکردی لازمه واسه اینکه کارهای بزرگ باید انجام بشه،
با مقاومت مثلا روبرو نشه یا از رو راحتی میکردی؟ چون کلا تو خاورزمین هر کسی که حکومت میکنه دوست داره کسی بهش نه نگه. خب اون روانشاد که دیگه اینجا نیستش که ما از خودش بپرسیم و من برای این پرسش حاضر بودم چقدر بدم که بتونم نظر خودش یه بار بدونم. یه بخشش بیگمان به خاطر این بوده که میدونسته تو نیمه دوم فرمان روایی میخواد کارهای سخت بکنه مثل کشف جام و اینجور چیزا و به خودش میگفته دستگاهی که حتی نیمه آزاد هم باشه از نظر انتخاباتی و کشوری و مجلسی و اینها مقاومت میکنه دیگه همچین چیزی توی این فشار به مردم. رضا شاه در درونش من عرض کردم به این باور داشت که ملت ایران کاملا به هرز رفته، کاملا به خطا رفته و با سیستم دگنک باید به زور به راهش افتاد. تو زمینه کار کردن، کوشا بودن، سر وقت اومدن، دیسیپلین داشتن، چه میدونم بدن حجاب و کنار گذاشتن، کچلوار تمیز پوشیدن، تمیز بودن، تمیز رفت الاخر. او بر این باور بود که یه همچین ضربات چند بودی از هر سوی به صورت این ملت و این همچه مهتر و کهترش هم همه باید با هم چرخ گوشت می شدن. او اینتویتیف بر این باور بود که اینو در چارچوب دموکراسی نمیشه، حتی در چارچوب نیمه دموکراسی هم نمیشه. اینجوری باور داشت. من اینو مطمئنم که تغییرش باور داشت، حتی با اینکه خودش اینجا نیست که ازش بپرسیم یه بار. این فقط از روی خودکامگی نبود. ولی آدم میتونه ازش موقع بپرسه که خب دیگه حذف کردن افرادی در ردیه مثلا تیمورتاش یا فیروز یا اینا دیگه واسه چی بود؟ آیا اینم واقعا لازم بود؟ اونو که بیشترشون آدمای کارآمدی بودن، آیا واقعا اینقدر به هرز رفته بودن که باید زدوده میشدن؟ آیا نمیشد یه زندان محترمانه براشون برید؟ حالا که حتی مثلا واقعا دشواری ایجاد کردن، اگه اصلا دشواری ایجاد کردن، یا اونجوری که دشمنان رضا شاه میگن یا مخالفینش و منتقدینش میگن که اینا رو حذف کرد واسه اینکه خیال آسوده باشه، به ویژه تیمورتاش رو، چون میترسید که در آینده که خودش نباشه ترانزیشن یا ترارفت قدرت به پسرش به مشکل بخوره اگه شخصیت‌های نیرومندی به سال تیمورتاش اونجا باشن. اگه این دومیه بوده باشه، خب این دوباره یک مهر ورشکستگی است بر فرهنگ ایران که ممکنه اینطور بوده باشه. تیمورتاش به طرف هرچی زمان جلوتر میرفت، نمیخوام بگم یه جورایی چرا گستاختر میشد، دست بیشتر میاخت، ارتباطاتی با نیروهای خارجی میگرفت به صلاح دید خودش. این شوربختانه خب یه کجاینی هاست که تو روح این خاورزمینی ها هست که از دیسیپلین لازم و وفاداری لازم به هدف برخوردار نیستن به گذار زمان. برای همینه که ما تو اون برنامه‌های دیگرمون تو رنسانس اون مسائل بنقانون‌های فرهنگی رو پیروی بررسی می‌کنیم. اونا نون شب برای ما مهمتره. اینایی که ما اینجا داریم می‌گیم فقط وقایع کاویه. اصل داستان اینه که چرا عموم این قوم نمیتونن با هم کار کنن؟ چرا وقتی روشون تکیه می‌کنی به هرز میرن؟ من گمان میکنم یه بخش بزرگی از این هرز رفتن تو تیمورتاش دست داده بود. رو به سالهای پایانیش هم بیشتر عیاشی میکرد، خیلی وقت کارهای خودش رو میکرد، دستورات خودش رو میداد، اصلا از کنار رضا شاه بایپاس میزد و رضا شاه ته دلش به خودش هم میگفت این دوباره همون نمودهای خاورزمینی که تو این بابام دار رخ میده بود، این کسی که من این همش اعتماد داشتم و سالها روش تکیه کردم. ولی آیا بازم واقعا لازم بود که آدم ایشون با حذف فیزیکی از گزندش آسوده بشه؟ یا فوقش اگه مثلا حیف و میلی هم کرده بود یا کار زشتی کرده بود، آیا زندان 5 ساله بس نبود؟ و اگرم حالا گیروم ایشون رو ما اینجور گذاشتیم کنار، چرا اصولا لازم بود که تمرکز قدرت روی هم رفته هی بره بالاتر؟ بیگمان خودش اگه اینجا بود میگفتش که نه، من این تمرکز رو لازم داشتم واسه اون کارهایی که باید میشد. ولی از دید خود منطقی ما میشه شاید ثابت کرد که یک بخش بخشم همون راحت طلبی خاورزمینی بود. بالاخره اون رضا شاه هم بچه همون منطقه بود. این خاورزمینی ها قدر رایزنی و برکشیدن شخصیت‌های درشت و توانمند دیگه در کنار خودت رو هیچ‌وقت نمی‌دونن.
یعنی بعد از اینکه مسلمان شدن مسموم شدن، تنها چیزی رو که میشناسن فقط همون حق کامل علیه باطل کامله، یعنی اون الگو رو میگیرن که حق کامل همیشه منم، اون چیزی که من میخوام باطلم بقیان. و بعد الگوگیری هایی که از الله میکنن که با خشونت مطلقه و تنهایی بر دیگران فرمان روایی میکنه، اونم الگوشون از فرمان روایی بر دیگران، اینا ناخودآگاه رو همه اثر داره. رضا شاه هم هر چقدر به خودش فشار می آورده که میگفت یه کاری واسه آینده ایران میخواد بکنه، ولی بیگمان راحت طلبی خودکامگی خاورزمینی هم داشته. یعنی تو نیمه دوم وقتی دیده افرادی که جا افتادن تو اون سیستم، ارتش شهربانی، دیگران، وکلای به فرمان آمده و و و همه دارن هی بله قربان میگن، یه همچین بعدش هم نمیومده که بقیه جان مشروطه هم بچلونه از داخل اون بیاره بیرون و دیگه همه رو تبدیل کنه به یه پادگان یا ملک شخصی خودش. این حالاتی هستن که تو این زمینه یه سری مسائل رخ داد که طبیعتاً یه فرمانروا رو، به ویژه یه فرمانروای بسیار جدی رو، بیشتر سوق میده، هولش میده به سوی اقتدار کامل و دیکتاتوری کامل. در چند سال پس از بر تخت نشستن رضا شاه یه کودتایی فاش میشه به فرماندهی سرهنگ محمود پولادی. ایشون فرمانده گارد سلطنتی بوده. عده‌ای در این باره دستگیر میشن. سرهنگ پولادین در دادگاه نظامی محاکمه و تیربارون میشه. یکی از کسایی که دستگیر میشه یه چهره مرموزی است به نام هیم که نماینده یهودی ها در مجلس شورای ملی است. هیم خیلی در روزنامه خودش ظاهرن تبلیغات مفصل میکرده که اوائل به زبان به خط عبری هم چاپ میشده، به زبان فارسی به خط عبری، تشویق هممیهنان یهودی برای مهاجرت به اسرائیل. هنگامی که به مجلس میاد عده زیادی از یهودی ها علیهش موضع میگیرن، ایرانیان یهودی، و مرتب علیه این اینجا و اونجا اعلام میکنن که ایشون وابستگی هایی داره و ایشون کاری که داره میکنه مورد نظر ما نیست. تو این جریان کودتا پای ایشون هم به وسط میاد، دستگیر میشه، چند سال میمونه. پولادین تیربارون میشه ولی هیم میمونه و بعد از چند سال در زندان یا میمیره یا اعدامش میکنه. یه سوءقصد نافرجام در مازندران به شاه میشه، به رضا شاه، که بعد کسانی که دستگیر میشن میگوین که از سوی سردار اسد بختیاری خط گرفته بودن. سردار اسد تا اون موقع با رضا شاه خیلی رابطه صمیمانه ای داشت و رضا شاه اونو به زندان میندازه، به زندان قصر میره و گرچه در زندان قصر خیلی عیونی زندگی میکرده ولی زندانی بوده. در مورد تیمورتاش که 100% در کارآمدیش و شایستگیش شکی نیست و یار بسیار نزدیک رضا شاه بوده، مسئله رو بودن کیفش در سفر مسکو به گونه‌ای بوده که خود تیمورتاش از دزدیده شدن کیفش بسیار بسیار پریشان حال بوده. این که در اون کیف چی بوده، دست کی افتاده و چه به دست رضا شاه رسیده، طبیعتاً هر حرکت پشت حرکت دیگر یک موجی از بی اعتمادی رو در شخص شاه ایجاد میکنه که با کمک همینها و عده دیگری مانند اینها اومده و جایگاه امروزش رو داره. یه کودتا، یه توطئه ترور، روبودن کیف یار نزدیک و بعد اینکه در اون کیف چی بوده که ما هنوزم نمیدونیم چی بوده، و خشم رضا شاه به کسی که بسیار دوست داشته یعنی تیمورتاش، اینا نشون میده ما اون خاورزمینی بازی ها خودش یک فرمان روای مقتدر ولی متعادل و بیشتر میبره به سوی اینکه حالا باید این در حقیقت سکان کشتی رو خیلی سفتر دست بگیره و برخی از اعتمادش به دیگران هم کم بشه. مثلا نصرت الدوله فیروز، چون من کتاب دکتر سیروس غنی رو میخوندم بعد رفتم علاقمند شدم بیشتر رو شخصیت نصرت الدوله فیروز، دیدم نصرت الدوله فیروز در اینکه خیلی هواخواه تجدد بوده، خب در این نقش شکی نیست، ولی پسر فرمان و فرماست و بعد خیلی خیلی به انگلیسان نزدیک بوده، در حد غیر عادی نزدیک بوده و با توجه به بدبینی که رضا شاه به انگلیسا داشته، اینکه شهربانی گزارش میده که ایشون در جریان توطئه است برای حذف رضا شاه، من نمیدونم اون گزارش درست بوده یا نادرست بوده، ولی منجر به تبعید نصرت الدوله به سمنان و بعد مرگ اون میشه.
ما رجالی رو داریم مثل سپهبد امیر احمدی، کسی که رفت خطه غرب رو امن کرد، یه جنرال بسیار بسیار گردن کلوف، یا سپهبد یزدانپناه. اینا کسانی بودن که از آغاز با رضا شاه بودن و تا پایان هم موندن. و اگر مسئله ایرادی است که برخی از همیهنانی که مخالف رضا شاه هستن میگیرن که ایشون میترسید که بعد از خودش پسرش اگه به قدرت برسه ممکنه مثلا رجال گنده پسرشو کنار بگذارن، خب درسته ما تیمورتاشو این ور داریم، ولی اون ور ما اصلا چهره نظامی مثل یزدانپناه یا امیر احمدی داریم که ارتش هم در اختیارشه، ولی رضا شاه این کارو نمیکنه، اونا رو حفظ میکنه و اونا میمونن بعدن در اوایل دوره محمد رضا شاه خدمت میکنن. فکر میکنم شرایط به گونه ای رقم میخوره که همیشه ما رو میبره به سوی اینکه بدبینی بیشتر میشه، و وقتی بدبینی بیشتر میشه تصور اینکه من باید خیلی سفت و سخت بگیرم تا این توطئه‌ای که تاکنون کشف شده و ناکام مونده هیچ کدومش به کام نرسه و به هر حال به نوعی جلو این جریان گرفته بشه، این رو هم من بی اثر نمیدونم. افسون برای اینکه شرم جان نمیشه نقش انسان‌ها رو کمرنگ دونست. مثلا ما یک رئیس شهربانی داریم به نام سرتیپ آیرون. سرتیپ آیرون پرونده سازی میکنه، بگیر و ببند داره، برای هر رجال سیاسی پرونده داره و همه از این آدم وحشت دارن، چه اونایی که نقطه ضعفی دارن چه ندارن. و بعد آیرون موقعی که کم کم توسط دستگاه پلیس سیاسی گزارشای به رضا شاه میرسه که این داره سوء استفاده میکنه از قدرت، به بهانه اینکه حنجرش گرفته از طریق بندر پهلوی میره شوروی، بعد میره آلمان که من مریضم و نمیتونم حرف بزنم، و خودشو نجات میده. بعدم میبینیم که سرهنگ درگاهی و بعد نهایتا سرپاس مختاری که رئیس شعبانی کل میشن، سرپاس مختاری در جریان شهریور 20 دستگیر میشه و تو دادگاه و حتی دادستان وقتی اعلام جرم میکنن علیهش به خاطر ایجاد فضای رعب و وحشت و اینا، همه در درستکاری و شرافت این فرد تایید دارن که آقا این آدم درستکاری بوده و کارشو به عنوان رئیس شعبانی درست انجام داده. سرپاس مختاری بله که موزیسین هم بوده و خب ویولنزن معروفی هم بوده. منظور اینه که یه شخصیتی مثل آیروم هم اونجا میتونه بیاد و چند سال به این جو بی اعتمادی دامن بزنه، هم از سوی شاه به رجال، هم از سوی رجال به شاه. نه ببین، در اون هیچ شکی نیست، مشکل اصلی اون فرهنگ مسموم فردیه که اونجا هست، یعنی فردا رو مسموم کرده تو این هزار سال، که بعد یک کسی هم وقتی ببیشه رضا شاه وقتی میخواد تو نیمه دوم فرمان روایش بیشتر فشار بیاره، کارهایی رو بکنی که قوم کمتر خوشش میاد، چیزی مثل کشف حجاب و اینها، خب دشمنی در سطح قوم هم بیشتر میشه. یا مثلا نشیمند کردن ایلها که از در پشتی بیگمان سردار اسد و به خیلی مسائل داشت گراینده میکرد. وقتی میخوای فشار بیشتر هم بیاری، خب پدافندها و فشارها و توطئه ها بیشتر میشه علیه تو، و تو هم حالا با این قومی که به حمدالله خودشون مادرزادی فاسد هستن و همش کارشون همین فرهنگ فاسد اسلامی بوده که از هر دری خیانت میکنن و این ور میزنن و اون ور میزنن، بعدن یه حالت عصبی ممکنه در تو پدید بیاره که تو بیشتر سخت بگیری و صفر بگیری. یعنی بعد از اینکه این نقشه کلی رو رفتی که من با استبداد نسبی میخوام کار کنم، بعد بلی به وسیله این مسائل به استبداد مطلق کارت بکشه، اینا سر جاش. من خیلی دوست می‌داشتم که ما از خودمون روانشناس میتونستیم بپرسیم، ولی امکان دیگه وجود نداره. برای فهمیدن تاریخ اون دوران این مطلب بی اندازه ارزشمند میبود. ولی بیگمان یه مقدارش هم همین ساده خواهی خاورزمینی هم بوده که حالا که من دارم تنهای دیگه فرمان روایی میکنم دیگه بزن دیگه تا تهش برو. مطلب دیگر که حالا این اون بخشی که من میگم ما مطمئنیم، نمیدونیم واقعا چقدر بهش فشار اومده که اونجوری شده یا خودش چقدر مثلا درست نهندیشیده. ولی مطلب دیگری که اشتباه بزرگ و سیستماتیک رضا شاه بود و پسرش هم تا اندازه زیادی به این دشواری دچار بود، اصلا کلا مثل که تو خاورزمین اونم به حمدالله رسمه، این نبود کمونیکیشن، نبود همرسانی میون ایشون و میون قوم بود. یعنی شما وقتی دوستان دیرپایت رو مثلا همین
چیزو داشتم صحبت میکنم در موردش، وزیر دربار تیمورتاش، بعد تیمورتاشو وقتی که نه فقط دستگیر میکنی بلکه به کام مرگ میفرستی، قوم یه خورده برای آشفته میشه. آقا چی شد این مرد که همه جا داشت میذاخت؟ و شما باید یک مقدار چیز کنی، یه مقدار باید آگاهی اساسی برسونی، نه آگاهی تبلیغاتی که به خاطر خائنات و سوء استفاده ها و فلان و اینا چیز مبارک همایونی اینجوری که تمام شد رفت بیکارش. شما موقعی آدمی به این عظمت وقتی که حس میشه میره، باید تو رادیو یه مدتی کارشون توصیف بشه، اگه دادگاهی هم هست بخشایش که میشه و مشکلی برای دولت ایجاد نمی کنه اونجا مورد بحث قرار بگیره و مردم کاملا توجیه بشن که اینجا چه مشکلی تو چه بودی وجود داشته که یه همچین کیفر به این سنگینی رو برکشیده. یا در مورد سردار اسعدم که پیشترش محبوب بود همین بود. اگر که گمانهایی برآمده که اون سردار با برخی نیروهای ایلی در تماس بوده، اونام هم از دست رضا شاه خیلی دلشون پر بود و آیا به قول تو حالا سوء قصدی در برنامه بوده، هر چی بوده، مسائلی که ردیابی شده اینا باید بعداً با عموم قوم در میون گذاشته بشه، چون شخصیت‌های مهتر بودن و مردم گیج میشن وقتی میبینن یارو گرفتن کشتن. گیج میشن چی شد؟ این کمبود احترام به افکار عمومی یه مسئله ای که ما در دوران بعد از اسلام گریبانمون رو به شدت گرفته. حالا این تفلی‌ها پهلوی‌ها که حالا مثلا کوشش می‌کردن مثلا به مردم یه جوری خوشون احترام بذاره، اون قبلی‌ها که همش در حال کشتن چش در آوردن بوده، ما 100 سال فاصله نداشتیم اون اتفاق قاجار قبلش. ولی همین که هیچ چش یارو در بیارو ببرو بکش یارو ارزش نداره و تیک تیکش کن، حالت نرمترش که به این دوران ارث رسیده بود این بود که آقا لازم نیست به مردم توضیح بدی، اینا که چیزی اهمیتی ندارن، علازات خودش داره میسازه به حمدالله، دستورات لازمه رو میده دیگه، به کسی هم ربط نداره. یعنی حالا اینا دیگه تو اون فجایع قبل نبود، ولی برای فرد معمولی هم این اهمیت کمونیکیشن تو این قوم ایران وجود نداشت. این فقط در اتفاقات ربطی به دولت پهلوی نداره. من چند بار عرض کردم که مثلا در سطح خانواده هم وقتی مثلا پدر و مادر به جون بچه میافتن، میخوان رأیشو بزنن، براش نمیدونم زن بگیرن، شوهر بگیرن، رشته انتخاب کنن، شغل انتخاب کنن، به بچه رو بدن به خاک سیاه منجونن، یه بارم براش برهان نمیارن و به اونم مثلا نیومده که پاد برهان بیاره، بیارم سرش نره میزنن. و این فرهنگ خب اونجا اینا هیچ وقت کمونیکیت نمیکردن با قوم. بابا ما این یارو تیمورتاشو گرفتیم و ایشون حتی زندان هم نمیشد کردش، مثلا حتما باید این نیست میشد، حتی اگر که میخوای یه مقدار روغنش هم داغ کنی و یارو مثلا چیزی رو که در شاید مستحق 20 سالم بوده میخوای با اعدام تموم کنی چون میخوای شرش خلاص شی، ولی با همون مدارک یک مقدار چاق شده رو هم باید با مردم مطرح کنی. این اتفاق مهمی داره میفته که دو سه تا شخصیت مرکزی دارن میرن. این مطلبی که گفتی منو یاد دوره هخامنشیان و به ویژه ساسانیان انداخت که اتفاقا این کامیونیکیشن، این پیوند و ارتباط میان دستگاه شهریاری و مردم با وجود نبود امکانات کاملا برقرار بوده. همین که شما میبینی سنگ نوشته های مفصلی از دوره هخامنشیان و ساسانیان مونده، داره در حقیقت حالا اگه شاپوره، اگر که داریوش بزرگه، هر کدوم از اینا دارن میان میگن که من دارم چی کار میکنم، چه کردم، دنبال چی هستم، چی رو فکر میکنم. خطابه هایی که شاهان ساسانی بدون استثناء بر هنگامه که بر تخت میشستن انجام میدادن، داره برنامه کاریشون میگه آقا من برنامه اینه. حالا خیلی هاشون بهش میرسیدن، خیلی ها ممکنه عمل نکنه، ولی باید سخن بگی با بزرگان که آقا من چه خبره، چی کار میخوام بکنم. تا جایی که حتی سکه هایی که منتشر میشد، پیام های رو سکه ها باز خودش به نوعی داشت ایدئولوژی دستگاه شهریاری رو بیان میکرد. این عدم توجه به توده و دست کم گفتن این که چرا اینگونه شد میتونه خب همیشه خیلی گرهگشا باشه. 100% برآمده از اسلامه، همون ویژگی اللهه که هر جوری میگیره شکنجه میکنه، چهار تیکه میکنه، میبره تیکه تیکه میکنه و کسی حتی حق نداره بپرسه چرا. چون اگه پرسیدی داری تو کار خدا، یعنی خدا که چرا، تو کار الله داری
مشارکت میکنه، یعنی شرکه. درست. این به حمدالله الگوش از اونجاست. ولی تراژدی کار در اینه که حتی به این دولتی که خودش میخواست مثلا یه دوران نویدین رو برنهه با من الگو رسیده بود، اینکه چش و گوش که نمیبردن در نمیبردن، ولی اینی که هم که توضیح نده مثلا به یارو چه ربطی داره به رعیت و اینا، اونو ارث برده بودن اصلا به فرهنگ اسلامی. شرایط اتفاق... من یه چیز جالبی هم تعریف کنم که یه مقدار بدبینی ها فقط توته برای گرفتن قدرت نیست، مثل اون چند نمونه که گفتم. بدبینی ها از بعضی وقتا از عدم انجام کار درست هم هست. مثلا آقای مجید آهی وزیر راه بوده در مقطعی در دوره رضا شاه، و رضا شاه خیلی روی مسئله جاده مرتب از این وزیر میپرسیده و وزیر میگفته پروژه داره سر زمان انجام میشه، طرح تموم میشه با همون بودجه با همون زمان. ظاهرا خیلی عقب افتاده بوده طرح، و آخر به خاطر ترس از رضا شاه وقتی رضا شاه ازش میپرسه مجید آهی میگه تموم شد پروژه و جاده هم کامل تمام مسیر است. رضا شاه با راننده توی مسیر حرکت میکنه و هر چند کیلومتر پیاده میشده و دو طرف جاده رو نگاه میکرده که ببینه زیرسازی داره، شونه خاکی داره، فلان اینا، و بعد به یه جایی میرسه میبینه جاده تموم نشده. یعنی وزیر بهش گزارش دروغ داده، حالا یا پول کم آوردن یا حالا هر چی. و میگفتن اون موقع مثلا اگه مجید آهی وزیر راه در نزدیکش بوده از عصبانیت طور بوده که حتما میزددش، یعنی حتما کتک فیزیکی میزددش. اینها یه مقداری نزد اون فرمان روا این بدبینی رو ایجاد میکنه که آقا تا موقعی که مشت و لگد نباشه کسی کار درست انجام نمیده. من پدر بزرگم سرباز بود در اواخر دوره رضا شاه، تعریف میکرد که در لشکر خراسان یک ساختمان ستاد ساخته بودن و ساختمان خیلی درخشانی بود. بعد برای هزاره فردوسی خب خیلی از ایران شناسا اومده بودن مشهد که در توس مراسم انجام بدن. خود رضا شاه هم چندی پیش از اون اومده بوده و میاد لشکر خراسان این ساختمان ستاد رو میبینه. ایشون میگه ما چون داخل بودیم، ایشون رضا شاه از پله اومد بالا، ساختمان دو طبقه بزرگی بود و خوب که همه ساختمان رو نگاه کرد، برگشت گفت رئیس ستاد کیست؟ رئیس ستاد لشکر که یه سرهنگی پا میکوبه. بعد میگه 100,000 تومان از دولت بودجه گرفتی، دو تا طبقه ساختمون سفید کردید. و خیلی عصبانی میره و اصلا تحویل نمیگیره کسی رو. یعنی سخنش اینه که اینجا 100,000 تومان تموم نمیشه، شما این وسط یکی خورده. این حالت ها چه حالا اونجا واقعا حیف و میل صورت گرفته چه نگرفته، داره نشون میده که شما گرفتاری با کسانی که کار بهشون میدی و حس میکنی که اون کار انجام نمیده، یا بی ارزه است یا دزده، و گرفتاری این است که تو مجبوری بری با این تعلیمی دستت باشه و اگه لازم شد مثلا با چکمه یکی بگیری زیر مشت و لگد. یعنی در حقیقت مستعصل میشن افراد که چه کار باید کرد. شاید بشه گفت برعکس اون تو کار فرهنگی، وزارت فرهنگ، وزارتی که کار آموزش پرورش رو انجام میداد، اونهایی که سکاندار اون بخش از کشور بودن هیچ وقت با این مشکل با رضا شاه روبرو نشدن، چون اولا ورود مستقیم نمیکرد، سپرده بود به دست اینها، اسماعیل مرعات، نمیدونم فروغی، دیگران، کسانی که عیسی صدیق علم اینا. و بعدم حس میشه کرد که اونجا جاییست که با بودجه کم کار خیلی اساسی تر انجام شده تا جایی که پروژه عمرانی بوده یا نظامی بوده. بله، این مسئله که ببین، اینی که ایشون اومده بود تمام این بار این فرهنگ فاسد اسلامی اون آوار رو سر اون کشور خراب شده بود، میخواست درستش کنه، هر روز به اعصابش به شدت فشار میومد، هیچ حرفی درش نیست. اینی که کمک هم نداشت از نظر آنالیز، اینم درش حرفی نیست، چون تقی‌زاده و فروغی و این افرادم روان شدم، این مسائلی که هست اینجا ما در مورد بنقانون های فرهنگی و جهان نگری کوچکترین خبری نداشتن. اونا فقط میدونستن کشور یه جوری عقب مونده، یه کاری باید بکنیم، ولی خودشون هم از عمق فاجعه آگاه نبودن. یعنی کسی نبود که هر روز بشینه با این مرد صحبت کنه، بهش دشواری ها رو یه بار دیگه هم سیستماتیک ترسیم کنه و بگیر ما میتونیم رو فرهنگم کار کنیم و حالا شما سختگیری هم میخوای بکنی، سختگیریاتو بکن، راه دیگه هم هست، میکنیم فلان. تنها بود، حس تنهایی شدید میکرد، فشار به اعصابش زیاد میومد الی آخر. ولی
ما اینجا وقتی این انتقادهای بی‌رحمانه رو می‌کنیم، یعنی کسی رو که انقدر بهش فشار اومده و با اون همه کار کرده، بازم این انتقادهای شدید رو می‌کنیم که کجاها بازم جا کم اومده، این وظیفه ماست. چون بدون انتقاد درست درمون هیچ کاری نمیشه یه چیزی رو به ساحل موفقیت رسوند. اینی که کمیونیکیت نمیشده، همرسانی نمیشده با قوم، یه فاجعه بوده. اگه کسی هم قرار بوده زندان دراز، اعدام اینا بشه، توضیح داده نمیشده، این فاجعه بوده. حالا ما با این کاری نداریم که کلا سیستم استبدادی بوده و میگفته فقط با استبداد میشه کار کرد، برای اینکه این قوم که فاسده دموکراسی کار نخواهد کرد، اینا خودشون فقط ادامه فساد رو خواهند کرد. تو مجلس میدونی که نسبت مجلس هم خیلی بدبین بود، تا دشنامایی هم داده بود. اینی که این مطالب سر جاش، حالا میخواست این استبداد صالح کار کنه، اوکی، ولی شما در استبداد صالح هم باید به خودت بیاندیشه که رضا بعد از اینکه تو رفتی، این میخواد ترانزیت کنی، اینو میخواد ترارسانی کنی، ترا برسه به نسل بعدی، و اونجا این ستون ها باید از خودش نگه داره، افراد باید اعتماد داشته باشن به تو، هم باید اعتماد داشته باشن به اون کاری که کردی، باید اعتماد داشته باشن. خشونت هم اگه زیاد نشون دادی، بازم باید به اون کاری که کردی اعتماد داشته باشن. این همش نیاز به توضیح و همرسانی داره، به کمیونیکیشن داره. اون روانشناس خب این کار بلد نبود، یعنی اون بچه ایران اسلامی این کار بلد نبود، تو اون سیستم آدمش هم گویا نبود که اونو رایزنی کنه، در زمان پهلوی دوم هم نبود، چون اونا هم هیچ وقت کمیونیکیت نکردن. تمام سیستم فقط این بود که ما یه اعلی حضرت نمیدونم خادم داریم، ایشون داره میسازه، نمیدونم عمرش دراز باد، برو خونه دیگه، به تو ربط نداره بقیه‌اش. این مطلبم که حس تنهایی شدید میکرده، جالب حرفی نیست. حتی یه بار که با فروغی درگیر شده بوده تو گفتار و اینها، در مورد وزارت دادگستری بود، چی بود که داور به سامان کرده بود و بعد ستایش هایی کرده بودن از رضا شاه که مثلا بالاخره در دوران شاهی شما این کارا همه رله شد، انجام شده اینها، و اون کاری که شما کردی اعلی حضرت حتی گویا مثلا بزرگتر از دادگری انوشیروان بوده. حالا این خود سخن کلوفتی دیگه، الان کمش تملق میکنن، ولی چقدر دلش پر بوده، مثل که فروغی سخن انداخته بوده که اعلی حضرت آیا واقعا این درسته، از دادگری انوشیروان بالاتر، صحبت خصوصی. اونم گویا برگشته بوده که الحق که از زمان انوشیروان بزرگتر بوده، با عصبانیتش داد زده بوده، چون انوشیروان روی بوزر چون مرتکه میکرده گرگه. آره، من رو توی زن نقطه نقطه نقطه، یعنی دلش هم پر بوده، خیلی کلوفت گفته فروغی. یعنی حتی یه آدمی مثل فروغی رو هم کاملا فاسد میپنداشته. چرا؟ چون مثلا تو خیلی موارد بود که میدید این فروغی هم فقط میخواد کارچاه کنی خاورزمینی بکنه. یعنی فروغی دارم بسیار باسواد و نابغه‌ای بود، ولی مثلا هر وقت یه کسی یه جای بخور بخوری میکرد، خرابکاری بود، فلان بود، میمدن وساطت، اینم کوشش میکرد سر تای داستانو هم بیاره. و رضا شاه تمام مدت بهش این احساس دست که رضا اگه تو یه روزی مریض بشی، تو این تخت بخوابی، فلان بیسار اینا، از فرداش اینا برمیگردن به سیستم فساد تمام وقت قبل، اصلا انگار تو نبودی این وسط. التفات میکنی چی میخوام بگم؟ احساس میکرد فقط خودتی که هی باید بری اینو لگت بزنی، اونو دگنک بزنی، اینو به ترسونی، اونو بکشی که این سیستم حرکت کنه. حالا اینا رو که ما گفتیم، این همه از ایشون انتقادم کردیم، یادم اون داستان، حالا بگم یه سری بزنیم به روشنفکرای ایران که امروز میخوان روزگار رضا شاه رو ترتیب بندی کنن، دریابن. کار بخش بزرگ اونا که به نظر من تفلی ها دوا دکتر نیاز داره، یعنی یارو الان بر میگرده به مشکلات اون موقع، این توی کشور کاملا گسسته که حتی هزار تفنگ از یه نوع نداره، سر و تهش پاشیده، هیچی وجود نداره، هیچ نظمی وجود نداره، شیخ خزعل به تنهایی میتونه اسم مملکت رو ببره و همم فاسد، همم تریاکی، همم دزد. این برمیگرده میگه چرا این اون موقع که داشته مثلا چی میدونم کشور آروم میکرده، چرا زبونهای منطقه‌ای رو مثلا آزاد نذاشته که مثلا سوئیس زبانی باشه؟ یعنی پوزش میخوام، این دوا دکتر یارو نیاز داره؟ این مثل اینه که مثلا من بگم که آره
چرا اینا مثلا تو جنگ های مثلا 30 ساله بود که مثلا سر پروتستانتیزم و کاتولیسیزم تو آلمان داشتن همدیگر رو میکشتن، جنگ های دینی بود دیگه که از 18 میلیون نفر 8 میلیون نفر مردن، یعنی تو عظمت خشونت رو میتونی ببینی تو جنگ دینی. چرا اونجا مثلا ماگدبورگ رو گرفته بودن، چرا مثلا کنوانسیون ژنو حالا بعدن شده بنز کافی اجرا نکردن فلان اینا، اما ماگدبورگی که سپاه کاتولیک وقتی گرفت اول داد زن و بچه تمام شهر رو 3 بار تجاوز جنسی کردن، چون فرهنگ اون زمان بود که میگه چرا کنوانسیون ژنو انجام نداد، که بعد اومده دیده بودن که جلوی شهر اینا رو به درخت هم رو آویزون کرده بودن، 10,000 تا 10,000 تا این پروتستانت ها رو کشته بودن، هرچی کاتولیک واقعا برتری داشت. تو مغز اینا چی میگذره من هنوز نمیدونم. من امیدوارم یه روز یه گوی جادو جام جمعی چیزی گیرم بیاد بچم از تره خود بفهم. اگه به شوخی میگم من با خاورزمینی ها بسیار سخن گفتم. این طفلی ها در درون خودشون از نظر روانشناختی زندانی هن. یعنی یارو جهان پیرامون خودشو با فاصله چند متر میبینه و چند سال از اون نمیتونه بیاد بیرون و با قوت تخیل مسائل یه دوران دیگر رو به خودش تصور کنه. یعنی روشن فکرای ما واقعا ممکنه مثلا در مورد نبرد ماگدبورگ و جنگای قرن وسطایی هم از کنوانسیون ژنو حرف بزنن. درست. اینقدر قاطی دارن. درست. به این میگه آقا در یک سیستمی که کاملا فاسد بوده و سگ صاحبش رو نمیشناخته و همه چی پاشیده بوده با اون همه هیری بیری و اون همه بدبختی، این چرا کارش این نبوده که مثلا بیاد مثلا زبونهای منطقه‌ای رو قوام بده مثلا مثل سوئیس مثل امروز. آدم اصلا دیگه اون اصلا مثلا چی بگی؟ یعنی مثلا برهان اصلا دیگه نداره. نه آدم زبونش بند میاد. بعد قوام بند میاد. اینم نمیگه که مثلا بله 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 نه بعد از اینکه ثبات دادن و آروم کردن مثلا چرا در زمان پسر ایشون مثلا بنز کافی این کار انجام نشده. حالا اونو باز مثلا میشه یه کاریش کرد مثلا قبل از 28 مرداد هم نه اون موقع هم خرط و خر زیاد بود، ولی پس از 28 مرداد نه اونم نه اواخر سالهای 60 میلادی مثلا شاید همچین آرامشی بود دیگه به این ور که محمد داداشو بگه آقا مثلا لطف فرمایید در آذربایجان بلوچستان این ور اون ور بگید مثلا در مدرسه، یا اونم نه مثلا وزیر آموزش پرورش هم کارا که نبودون بدبخت بکنه که زبان‌های منطقه‌ای رو در حد ادبیات بیشتر تدریس کنن، مثلا ادبیات کلاسیک ترکی هم تدریس بشه، ادبیات بلوچی. و حالا تازه خود به مدرسه هم محمد رضا شاه هم اینو بهش میگفتی، او هم به تو میخندید. گفت عزیز من ما هنوز در مشکلات آب آشامیدنی خوزستان و این برانور اینا داریم دست و پا میزنیم، این همه مستشار میریم، این همه میسازیم، نفسمون گرفته. اونم ممکن بود برگرده به تو بگه بابا این حرفا رو بذار برای روزگار پسر من. بعد بیا دیگه از صبح تا شب باش صحبت کن در مورد زبان‌های منطقه‌ای و نمیدونم که مثلا وقتی خیابونا مثلا روش دو زبانه بنویسی، مثلا هم به بلوچی هم به فارسی، یا نمیدونم توی مثلا دبیرستان مثلا بهش ترکی مثلا اصیل یاد بدی، مثلا بتونی فضولی رو هم بخونه از زمان قرن وسطی، مثلا مشکلاتش من حل بشه. یعنی من خود من حالا اون موقعی من تو پزشکی بودم چون بخش روان شناسی علاقه داشتم، روان یعنی روان پزشکی علاقه داشتم، اونجا یه پدیده‌ای بود که توی کتب روان پزشکی توصیف میکنند به نام در درون خود زندانی بودن. این در درون خود زندانی بودن مثلا در قوم آلمان مثلا از درصدی تو هر 100 نفر تو 1 نفر 3 نفر اینا پیش میاد، تو حالت شدیدش زیر 1%. من به نهایت پوزش باید بگم در قوم ایران تا اونی که من به چشم خودم دیدم از 100 نفر 1 نفر نیست، از 100 نفر نزدیک 70 نفره. یعنی این خاورزمینی‌های مسلمان در خودشون زندانیان. وقتی با یارو صحبت می‌بینی می‌کنی مسئله خودشو فقط میگه، می‌بینی مال خولیای گلوتو میگیره 100 بارم تکرار میکنه حرفشو. هرچی هم که بیشتر برهان میاری بیشتر فشار میده اون گلوه رو و تو اصلا نمی‌فهمی این چرا اینجوری می‌کنه. الها ما کار بنده اینجا نیستش که ما یه برآورد تاریخی روانشناختی بکنیم که اینا چرا اینجوری شدن، که تو این 1000 سال چرا اینجوری بیمار شدن به واسطه اسلام و شرایط و زد و خوردهای دیگه، ولی اینجوری هستن. بابا حالا ما نشستیم رضا شاه رو داریم میشکافیم که چیکار میشد کرد چیکار نمیشد کرد، چرا برخی جا زیادی صفر گرفته، چرا فکر کمیونیکیشن با قوم نبوده، کارو توضیح نمیده، سر اونم خیلی شلوغ بوده، نه چرا دیگه استبدادو شاید شروعش در آورده.
این حرفا چیه دیگه؟ دارن چرا زبون چند منطقه کار نمیکنی یا تمام دموکراتیک اونجا کار نمیکنی با یه قومی که کاملا فاسده؟ البته این خب این دشواری بعدن تا زمان خب محمد هاشم ادامه پیدا کرد که این مشکل بزرگ بخشید این تهمت بزرگ که چرا کودتای 28 مرداد شده از این حرفا. حالا به اون میرسیم، از نوبتش اونجا نیست که چه عصبیتی های قبلش بود و این شاه دقیقا تا مغز و استخونش ترسیده بود که اینجا داره میره که باناناس ریپابلیک بشه. درسته. و آقای مصدق هم هر روز عصبیتی بیشتر، فشار بیشتر، حملات بیشتر، ادعای بیشتر، به درگیری بیشتر با نیروهای فرنگ که میگفت من استقلال کامل میخوام پدید بیارم برای ایران و بعد از اون استقلال میخوام اینجا رو بسازم به شیوه مستقل. حالا داستانش درازه، میرسیم. ولی احتمالاً به جایی که اونجا برسه فقط به یه فاجعه منجر میشد. ولی اونجا نیستیم. زمانی حالا باز اون موقع باز تا اندازه ای من میتونم درک کنم. مثلا در مورد 28 مرداد ما میتونیم بگیم آقا مثلا یه 5% هم اونایی که میگن چرا این کودتا شد، 5% شاید 10% ولی نه بیشتر از 10% راست میگن. شاید مثلا اگه روانشاد مصدق مونده بود یه جوری کمونیستا رو مهار میکرد و عرضم بزرگ که شاید میشد ولی با احتمالش زیر 5% میبینم. با 95% این میبینم که یا مسلمانای کاشانی مانند و بازرگان میمادن مجلس رو میگرفتن به کشور رو مثل پاکستان میکردن همونجوری میموند یا از دست کمونیست ها میفتن. حالا او که 5% بود، حالا با اینکه قد وضع بهتر شده بود و کشور رفته بود جلو، در مورد زمان رضا شاه این حرفا رو گفته، این واقعا دوا دکتر میخواد. ولی همشون میگن، همشون میگن. من هنوز نمیدونم تو مغزشون چی میگذره. من هیچ مخالفتی با انتقاد ندارم، ولی آدم دیگه یه ذره قوه تخیلم باید داشته باشه. اینا حالا سیستم، حالا آرزو هم هست. مثلا میگن رضا شاه اگر که یه آدمی بود که همه این صلابت ها رو میداشت و همزمان فوق دموکرات هم میبود، شاید میتونست مثلا چیز کنه، کشور رو 3-4 دوره نخست وزیری کنه، مثلا اصلا دودمانم عوض نشه، بعد یه بره کنار اینجا دموکراسی مثلا ببونه، بعد یکی دیگه بیاد. من برات میگم چی میشد اگه دودمانم عوض نمیکرد، 3 دوره نخست وزیری میکرد، این تراکتور اونجا رو میساخت 3-4 سال، بعد مثلا یه دونه بازنشستگی خیلی خوبم به پاس کشور بهش میدادن، میرفت اصلا سر زمیناش هر جا که براش درست کرده بودن تو مازندران، کاملا دموکراتیک. میدونی چی میشد؟ دوباره اصلا میپاشی. اصلا نه پاشیدن کاملا نمیشد که مثل قبلش، که چون 3 دوره دیگه ارتش و ژاندارمری اینا رو یه جوری ساخته بود، خیلی کارام رو انداخته بود. اوکی، نصف اون کارهایی که در دوران پادشاهیش کرد دیگه کرده بود اون 3 دوره. بعدش میشد یه سیستم چلو کبابی نیمه فاسد تو بالاتر از سطح اون پاشیدگی مطلق قبل. درست. تو پاکستان. درست. آنی اون وکلا و وزرا میریختن بخور بخور و تقسیم تقسیم و یه، چون ذات مملکت فاسد بود. من نمیفهمم بابا این روشن فکره ما، اینا که ما که اونجا، من که بچه بودم از اومدم بیرون، اینا که اونجا یه عمر هم نمیدونم با شاطر و نمیدونم کارگر و نمیدونم پزشک و همه چی اون مملکت از یه کاسه آش خوردن. آخه من به اینا باید بگم اونجا روانشناسی چه خبر بود؟ که جدا از مسئله و مشکلات روحی و روانی، کم دانشی عجیبی هم نزد برخی از اینا به چشم میخوره. مثلا کم دانشی چیز عجیب و غریبی است. من وقتی مثلا شما فکر میکنی که یک جامعه خیلی باز مدنی با توسعه سیاسی میتونه داشته باشی در جایی که اصلا کشوری که جمعیت شهرنشین نداره، بخش بزرگی از جمعیتش هنوز کوچنشینه، ایلاتی داره زندگی میکنه، شهرها حد اکثر اون موقع 10-12% جمعیت کشور تشکیل میدن، اصلا طبقه متوسطی در کشور به اون صورت وجود نداره، طبقه متوسط زمان رضا شاه تازه ساخته شد. اینها لازمه های توسعه سیاسی توی کشوره. کسی که روزنامه بخره بخونه، کسی که باشه بره تئاتر و سینما، کسی که برنش دست بچه‌اش زن بچه‌اش بگیره بره موزه، کسی که بره عضو کلوب بشه، عضو باشگاه بشه، عضو حزب بشه، آخه یه سری الفبای، یه سری سازوکاری لازمه برای انجام توسعه سیاسی. کسی که این حرفو میزنه جدا از این نظر روانی به نظر من مشکل داره. فرمانش شما درسته، من فکر کنم بی‌دانشی هم عجیبه، عجیب موج میزنه و اینو ما همه جا داریم میبینیم. مهم اینه وقتی یه نفری مثل رضا شاه به قدرت میرسه، در اوج قدرت میدونه که نیاز داره خودشو با دانش تاریخ مجهز کنه.
چون موقعی که تو نظام بوده که نرفته تاریخ بخونه که. ما میدونیم دوشنبه و پنجشنبه بعد از ظهر مورخ الدوله سپهر، اورنگ، ادیب الدوله سمیعی اینا جمع میشدن کاخ سعدآباد، رضا شاه قدم میزده، اینا اجازه داشتن بنشینن چای شیرینی میخوردن. حالا بحث تاریخی بوده، بحث شاهنامه بوده، رضا شاه درکش از تاریخ ایران تو همین نشستای دوشنبه بعد از ظهر و پنجشنبه بعد از ظهر که چند سال انجام شده گرفته، حتی سالهای آغازین مدرس هم چهارشنبه بعد از ظهر با دو سه تا از رجال سیاسی دیگه میومدن پیش رضا شاه. رضا شاه یه مقدار از بازیای سیاسی رو از اینها آموخت، یعنی که آدم بدونه آقا من یه چیزی نمیدونم، باید از اونایی که بلدن فرا بگیرم. ولی ما متاسفانه قشر روشنفکری داشتیم، الان خوشبختانه نمیدونم حالا کمتر شدن یا هنوزم هستن، که ادعا وحشتناک و مایه بسیار بسیار پایین دیگه. فکر کنم نماد اینها آقای احمد شاملو بود که بعد از سالها از ایران آمد بیرون، در دانشگاه UCLA رفت سخنرانی کنه و اون حرفای پرت و پلا رو راجع به فردوسی و شاهنامه زد که همه ما تو مفقود مونده بودن که این از کجا آمد. ببین همه شدم اونجوری زن، ممکنه برخشون ما با سواد اینام داریم ولی توشون، ولی مشکل اصلیشون در درون آرزوهای خود زندانی بودنه. یعنی این که حالا مثلا این حرفا رو که میذید در مورد رضا شاه، میگه روشن فکر تیپیک مال با سواد منتقد زمان اونجا بود، این برمیگاش میگفت از گروه مصدقی که دقیقاً علی مثلا یا جبهه ملی دوست، این برمیگاش میگفتش که آقا اصلا ایشون قرار نبود که تکی فرمانروایی کنه که بعد تازه بخواد از کسی تاریخ یاد بگیره نگیره کارا رو رله کنه، یا نه این باید دموکراتیک می بود، نخست وزیر می بود، یا اگه شاه هم شده بود دیگه دخالت نمی کرد، می داد دست مستوفی و دیگران، اونا دیگه انجام داد از این حرف. ما هم که بالا بخیل نیستیم اگه اینجوری می شد و داستان کار می کرد، ولی عقل با آدم میگه که اونجوری که اونا میگن کار نمی کرد. یعنی اگر نخست وزیر مونده بود سه دوره بعد رفته بود بازنشستگی، این برمیگشت به اون سیستم چلوکابی فاسد قبلی، فقط توی سطح این بار بالاتر. اگرم شاه شده بود دست نمی‌یاخت به داخل سیستم، سیستم خیلی 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 آهسته جلو میرفت با سیستم همون نیمه چلوکبابی، حالا میاد که تمام فاسد نبود چون خودش هم با همراهی با ارتش بالا سرش بودی خورده سوزن میزد، دقت میکرد، فشار میورد، ولی خیلی خیلی آهسته تر پیش میرفت و کارهای سخت 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 مثل کشف حجاب و اینا هم دیگه میسر نبود. یعنی یه آدمی مثل نمیدونم مثلا داور تو نخست وزیر میکردی یا نمیدونم مصطفی اینا رو، اون دلش نمیاد اونجوری در بیفته با افراد بدم اگه مقاومت کردن مسلسل بکشی روشون، اون میسر نبود. ولی با پذیرفتن به اینکه شاید جز اون راهی که در کل رضا شاه آخر رفت راه دیگری برای اون قوم نبود، ولی جای انتقاد شدید بسیاره. یکی این که چرا با قوم کمونیکیت نمیکرد، چرا نمیرسوند کاراشو. شهرام جان خود میخوام، چون که زمان تموم شده، ما نشست بعدی این زمینه های سال آخر رو که منجر به شهریور 20 حمله متفقی میشه وارد اون خواهیم شد و حتما این سخن ناتمام تو اونجا به پایان ببر، چون زمانمون کامل به پایان رسیده. یک کلیپ یه دقیقه کوتاه از مسابقه شاهنامه پخش میشه، همینان محبت بکنید دقت کنید، تا 5 اسفند فرصت دارید کاراتون رو بفرستید و برندگان تا نوروز مشخص میشن. در آگهی میگوید دیماه، ولی ما تمدیدش کردیم تا 5 اسفند، اسفندار مزگان آخرین روزیست که شما میتونید کارا رو بفرستید به ایمیلی که در اونجا داده شده، شاهنامه ایران شهر @yahoo.com. ایمیل رو میتونید ببینید در پایین آگهی. شهرام گرامی سپاس بسیار زیاد از همراهیت و امیدوارم دو هفته دیگه اگه زنده باشی بحث رو پی بگیریم. بدرود. سپاس.